هم میهنان عزیز، اغلب نظرسنجی ها نشون میده که هم میهنان گرامی ما در اکثریت قاطع خودشون با تصمیم به رأی ندادن به کاندیداهای تحمیلی و فاسد و بعضن قاتل منتسب به خامنه ای و جمهوری اسلامی به کلیت این نظام نخواهند بود. اونها با انتخاب رأی بی رأی نه به جمهوری اسلامی رو به یک رفراندوم ملی تبدیل خواهند کرد. گزینش این چنین راه حل هوشمندانه ای که مدنی ترین، مؤثرترین و کم هزینه ترین راه مقابله با چنین نظام قاتل و آدم کشی است، قهر با صندوق انتخابات نیست. پس زدن این سیرک انتخاباتی اونم برای همیشه است. مردم ایران تصمیم گرفتن که به مردم جهان بگن ما شهروندانی بر خود ایستا و مغرور و سرفرازی و نه امتی مستضعف و زبون و گوش به فرمان رهبری قاتل و نظامی ناکارآمد و فاسد. این تصمیم بزرگ هموطنان عزیز ما وظایف پیش روی ما رو وارد مرحله نوین و بسیار حساس و جدی کرده. البته ما مدت هاست که جلسات رایزنی خودمون رو داریم و در ایجاد این همبستگی که امروز اون رو علنی میکنیم گام های اساسی برداشتیم. خواست به حق بسیاری از هموطنان به خصوص از داخل کشور ما را در انجام این امر مهم مصممتر کرده. تنوعی که امروز در این جمع ما میبینید نمونه کوچک از تنوع در جامعه ایرانه. ما هنوز نیروهای بسیاری داریم که به زودی آزاد خواهند شد و مجال عرض اندام و اثبات لیاقت و شجاعت و حزم و اندیشه خود را خواهند یافت. هنوز آنها به میدان نیامدند. ما باید آغوش بازی برای پذیرش اونها داشته باشیم. زنان و جوانان آینده ساز این مملکتند. اونا در هر مبارزه‌ای پیشگامی خودشون رو به اثبات رسوندن. من از سوی خودم و بسیاری دیگر از یاران صاحب نام به جرأت میتونم ادعا کنم که ما خودمون رو تنها و تنها تسهیل کننده مسیر مبارزات مردم ایران در نیل به دموکراسی و سکولاریسم و عدالت میدانیم و بس. میدان در اختیار آنانی است که در میدانم. امروز روز همبستگی و همدلی برای گفتن نه به جمهوری اسلامی و رأی بی رأی. ما باید همپیمان بشیم و اون چرا که در جهان مدرن امروزی میبینیم و آرزوی رسیدن به اونو داریم در میهن عزیز خودمون بسازیم. بیایید با بانوی شعر ایران زنده‌یاد سیمین بهبهانی با خواندن این شعر هم عهد بشیم که میگوید دوباره میسازمت وطن اگرچه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو میزنم اگرچه با استخوان خیش، به پیش به سوی آزادی و دموکراسی.